آرش خبرنگار ما در واشنگتن دی با ما همراه شده آرش دموکرات ها ظرف چند روز این طرح رو تعدیل کردن و بعد به تصویب رسوندن دلایل این سراسیمگی دموکرات ها چه از برای تصویب این بسته اقتصادی اولین دلیل شناسی این است که بسته قبلی کمک اقتصادی که در دوره دولت ترامپ تصویب شده بود 14 مارچ یعنی دقیقا یک هفته دیگه پایان خواهد رسید و اگه این بسته اقتصادی جدید تصویب نشه اون وقت بسیاری از آمریکایی هایی که فقیر هستند بسیاری از آمریکایی هایی که شغل خودشون رو از دست دادن اونایی که مشکل در واقع اسکان دارند و در خانه هایی هستند که اجارهش رو نمیتونن پرداخت کنن اونا به مشکل میخوردند به تعداد زیادی هم هستن و آدم ها نزدیک به 20 تا 25 میلیون نفر آمریکایی میشن زمینه که در این مدت سنا به شدت حداقل در چند هفته اخیر درگیر سیاسی بازی بود درگیر دعوای استیزاه ترامپ بود درگیر دعواهایی بود که ربطی نداشت به مسائل معیشتی مردم و این فشار هم روی دموکرات ها وجود داشت سناتور جومنچین از ایالت ویرجینیا غربی که دموکرات هم هست تهدید کرده بود دموکرات ها را که اگه بخوان بخش های از این طرح 1.9 تریلیون دلاری رو که به نظر میاد بیشتر توسط بازوی چپ حزب دموکرات ازش حمایت میشه طرحی مثل افزایش حقوق حداقل حقوق فدرال به 15 دلار در ساعت و افزایش کمک حقوق بیکاری فدرال به 400 دلار در ماه این آقای منچین گفته بود باش مخالفه و همین یک سناتور دموکرات کافی بود که بگه من پا پس میذارم برای اینکه این طرح شکست بخوره بنابراین دموکرات ها 49 دموکرات دیگه نظر خودشون رو نزدیک کردن به یک دموکرات برای اینکه این پنجاه رای رو بتونن بیارن و قبل از مهلت موعود که دوباره چهاردهم ماه مارس خواهد بود سعی کنند که این بسته کمک اقتصادی رو به زودی تصویب کنند شامل چه کمک های خواهد بود این بسته اقتصادی آرش؟ بخش عمده ای از این کمک ها به اقتصادها و کسب و کارهای خرد تعلق خواهد گرفت به صورت وام بهشون داده میشه یا وام های بلاعوض امریکایی هایی که زیر 75 هزار دلار سال گذشته سال 2018 درآمد داشتند و درآمد خودشون رو ثبت کردند در اداره مالیات آمریکا یک چک کمک بلاعوض 1400 دلاری دریافت خواهد کرد یادتون باشه موقع که دفعه قبل داشت دولت ترامپ بسته کمک اقتصادی خودش رو تایید میکرد یه چک 600 دلاری داد بعد آقای ترامپ اعتراض کرد گفت من دو هزار دلار میخواستم بدم و بعد دعوا شد بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها. حالا به نظر میاد اون کم بوده دو هزار دلار و 600 دلار ازش کم کردن که چک 1400 دلاری برای کمک بلاعوض برای همه امریکایی ها در نظر گرفتن غیر از اون برای خطوط هوایی برای رستوران هایی که رستوران های نیستند و این چند مدت مجبور بودن بسته باشند یا فقط غذا تحویل بدن برای بیرون به اونها کمک میشه بخش بزرگی از اون برای واکسیناسیون برای آموزش کودکان و آماده کردن کلاس های درس برای معلم ها و دانش آموزان که بتونن به صورت در واقع امنی به مدرسه برن به کلاس های درس برگردن و بخشی از اون هم اختصاص داره به تحقیقات بیشتر در مورد ویروس کرونا و حمایت از سازمان های فدرالی که در مورد مسائل بهداشتی و بیماری های واگیردار فعالیت می